بیانیه 39 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. فصل سوم، قیام دیماه 1398 پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی. ۲۲ در اولین ساعت چهارشنبه 18 دی 1398، 8 ژانویه 2020، همزمان با کارناوال مردگردانی تابوت قاسم سلیمانی، سپاه پاسداران به فرمان خامنه‌ای و در واکنش به هلاکت سلیمانی، پایگاه عین الاسد در استان الانبار عراق را با 12 موشک هدف قرار داد. در این حمله هیچ کس کشته نشد. جواد ظریف گفت: همه را از قبل به مقامات عراقی اطلاع داده بودیم. واضح است که مقامات عراقی هم به آمریکایی‌ها اطلاع داده بودند. سپاه پاسداران در اطلاعیه خود ادعا کرد که در عملیات به نام سلیمانی 10 موشک شلیک کرده و اگر آمریکا مجدداً شرارت کند با پاسخ کوبنده تر مواجه خواهد شد. در اطلاعیه سپاه پاسداران به شکل مسخره از مردم آمریکا خواسته شده بود که سربازان آمریکایی را از منطقه فرا بخوانند. ظریف از ترس واکنش آمریکا سریعاً اعلام کرد: حمله انجام شد و تمام شد. رژیم ایران اقدام متناسب را در دفاع از خود بر اساس ماده 51 سازمان ملل انجام داد و تمام کرد. ما به دنبال افزایش تنش یا جنگ نیستیم. خامنه‌ای که از پاسخ ضعیف ولایتش آگاه بود، مسئله خروج نیروهای آمریکا از عراق را به عنوان انتقام اصلی رژیم پیرامون هلاکت قاسم سلیمانی عنوان کرد. 23 همزمان با حمله به پایگاه آمریکا، سپاه پاسداران در بامداد چهارشنبه 18 دی ماه به یک هواپیمای مسافربری که از فرودگاه تهران بلند شده بود موشک شلیک کرد و باعث سرنگونی آن و کشته شدن تمامی سرنشینان آن که 176 تن بودند شد. تعداد زیادی از مسافران ایرانیان شاغل یا دانشجو در کشورهای اروپایی و کانادا بودند. ساکنان منطقه پرند اعلام کردند: ما موشکهایی را در آسمان پرند دیدیم و صدای 3 انفجار شدید را شنیدیم به شکلی که خانه های من لرزید. این که در چنین شرایط جنگی چرا اجازه پرواز به هواپیما داده شده نکته ایست که به مرور روشن شد. ارزیابی سپاه این بوده که اگر آسمان تهران پرواز ممنوع اعلام شود، آمریکایی ها از آن مطلع می شوند و بنابراین با توجه به عملیات مربوط به قاسم سلیمانی به عملیات انتقامی پی برده و آمادگی بیشتر پیدا می کنند. چندی پیش نیز شبکه کانادایی CBC یک فایل صوتی منتشر کرد که نشان می دهد مقامات ارشد رژیم ایران در زمان حمله موشکی به یک پایگاه میزبان نیروهای آمریکایی در عراق آسمان ایران را به روی پرواز تجاری باز گذاشتند تا برنامه حمله موشکی به پایگاه عین الاسد در عراق لو نرود. رادیو فردا. این راه کار جنایتکارانه سپاه بدون تردید با چراغ سبز خامنه‌ای اجرا شده است. خانم مریم رجوی بلادرنگ اعلام کرد: سرنگونی هواپیمای مسافری جنایت بزرگ رژیم است. مردم نمی بخشند و نفراموش می کنند. مقصر اصلی خامنه‌ای، روحانی و سرکردگان پاسداران هستند و باید محاکمه و مجازات شوند. دبیرخانه شورا در اطلاعیه 21 دی ماه 98 خاطر نشان کرد حسن روحانی رئیس جمهور ارتجا
و ستاد فرماندهی نیروهای مسلح رژیم پس از 72 ساعت تأخیر و تعلل و صحنه‌سازی و دروغ پردازی زیر ضرب روشنگری ها و عکس های منتشر شده به ناچار اعتراف کردند که هواپیمای مسافری اوکراینی با شلیک موشک های سپاه پاسداران سرنگون شده است. دولت های کانادا و اوکراین مدارکی در دست داشتند که ثابت می کرد شلیک به طور عمدی انجام شده و بنابراین خواهان دریافت جعبه سیاه و یک تحقیق مستقل شدند. خانواده های جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی هم پس از مدتی به تأسیس انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراینی اقدام کردند و خواستار انجام تحقیقات بیطرفانه و جامع درباره جنایت سرنگونی این هواپیما و حضور نماینده از آنان در جریان بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه شدند. کارگزاران نظام در ارسال جعبه سیاه چند ماه تعلل کردند و سرانجام در 27 تیر 99 17 ژوئیه پس از 6 ماه تأخیر جعبه سیاه هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراینی به پاریس منتقل و 3 روز بعد بازخوانی اطلاعات آن انجام شد و چند روز طول کشید. اما هنوز هیچ گزارش رسمی در این مورد منتشر نشده است. خامنه ای و روحانی و سرکردگان سپاه که به محض شلیک موشک از فاجعه ای که رخ داده بود مطلع بودند، 3 شبانه روز آن را کتمان و انکار کردند. در این اثنا خشم و التهاب عمومی به اوج رسید، به طوری که دیگر جایی برای حاشا کردن نبود و پاسدار حاجی زاده سرکرده هوافضای سپاه در یک سناریوی مضحک اعلام کرد یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده و هواپیما با موشک سپاه سرنگون شده است. 25. به دنبال اعتراف سپاه پاسداران قیامی دیگر در تهران و چندین شهر کشور با پیشگامی دانشجویان شکل گرفت. دانشگاه که رژیم سالها تلاش کرده بود با پاسداران و بسیجیان و انجمنهای رنگارنگ حکومتی و اداره حراست آن را خنثی کند، بار دیگر به کانون شورش و انقلاب تبدیل شد. دانشگاه که جوش و خروش آن یادآور مبارزات مردم علیه نظام سلطنتی بود، اینک صحنه رویارویی با نظام ولایت فقیه شده بود. هزاران نفر از مردم تهران برای همدردی با خانواده‌های جانباختگان و اعتراض به سپاه در مقابل دانشگاه صنعتی شریف که تعدادی از دانشجویانش در این هواپیما جانباخته بودند تجمع کردند. همزمان هزاران نفر از مردم تهران در مقابل دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه هنر، دانشگاه ملی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دانشگاه الزهرا و خیابان‌های مختلف تهران از جمله خیابان حافظ، تقاطع خیابان طالقانی و حافظ، چهارراه ولیعصر دست به اعتراض زدند. در سایر شهرها من جمله اصفهان، کرمان، سنندج، ایوان کی، بندرعباس، رشت، لاهیجان و دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه دامغان، دانشگاه مشهد، دانشگاه مازندران نیز مردم و دانشجویان تجمعات اعتراضی علیه خامنه‌ای و سپاه برگزار کردند. قیام دیماه 98 با پیشگامی دانشجویان و با حمایت و شرکت مردم 3 روز متوالی در تهران و 18 استان دیگر ادامه یافت و نیروهای سرکوبگر انتظامی و پاسداران برای مقابله با آن به حمله و هجوم و تیراندازی و دستگیری شمار زیادی از دانشجویان مبادرت کردند. یک ویژگی برجسته این قیام تمرکز شعارهای قیام روی ولی فقیه و تمامیت رژیم بود و نشان داد که باندهای حاشیه و متن رژیم
دیگر در اعتراضها و قیامها محلی از اعراب ندارند و خیابان و قیام به نیروهای واقعا انقلابی تعلق گرفته که خصوصیت ویژشان مرزبندی با شیخ و شاه است. دانشجویان شعار می دادند غلط کردند، خطا کردند، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، فرمانده کل قوا، استعفا، استعفا، سپاه جنایت می کند، رهبر حمایت می کند. دانشجو بیدار است، از سیدعلی بیزار است. بسیجی بی غیرت، عامل قتل ملت. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر. نه شاه می خواهیم، نه رهبر، نه بد می خواهیم، نه بدتر. حکومت سپاهی نمی خواهیم. کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم. ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما. خامنه ای حیا کن، مملکت رو رها کن. مرگ بر این ولایت، این همه سال جنایت. سپاهی حیا کن، مملکت رو رها کن. دانشجو بیدار است، از سیدعلی بیزار است. میکشم، میکشم آن که برادرم کشت. برادر شهیدم، خون تو پس میگیرم. مرگ بر دروغ گو. به من نگو فتنه‌گر، فتنه توی ستمگر. سپاه بی کفایت، مایه ننگ ملت. سپاه بی کفایت، عامل قتل ملت. سلیمانی قاتله، رهبرش هم قاتله. نه تاج و نه عمامه، آخوند کارت تمامه. نه تاج و نه عمامه، آخوند کارت تمامه. نه تاج و نه عمامه، آخوند کارت تمامه. آخوند کارت تمامه. جوانان شورشی عکس‌ها و بیلبورد‌های قاسم سلیمانی را پایین کشیده و سوزاندند. مراسم تدفین کشته شدگان بعد از چند روز در شهرهای مختلف برگزار شد. در اغلب موارد خانواده جانباختگان اجازه ندادند روی تابوت‌های اقوام و بستگانشان پرچم رژیم انداخته شود. 27. قیام دی ماه 98 دو پیام ویژه داشت. نخست اینکه کمتر از دو ماه پس از قیام آبان و به رغم آن سرکوب وحشیانه و کشتار بی سابقه در خیابان، بحران انقلابی و ضرورت قیام و سرنگونی و آمادگی شرایط سیاسی و اجتماعی را به طور مضاعف اثبات کرد. دوم اینکه بساط دجالبازی های خامنه ای با مرده‌گردانی قاسم سلیمانی و تبلیغات پرهزینه حول آن را به کلی در هم ریخت، آن هم در حالی که رژیم شبکه خبرنگاران دوست خود و امثال اردشیر زاهدی را به خدمت گرفته بود
تا جلاد خلق‌های منطقه را سردار ایران اسلامی و چگوارای ولایی قلمداد کند. اما به زیر کشیدن عکس‌های این دشخین توسط کانون‌های شورشی و دختران و پسران دانشجو و دانش آموز در خیابان‌ها در قیام دی ماه 98 آه از نهاد دشمن برآورد. پیش از آن جوانان شورشگر عراقی عکس‌های منحوس سلیمانی و خامنه‌ای را در میدان آزادی بغداد و در شهرهای شورشی و اغلب شیعه نشین عراق لگدکوب کرده و به آتش می‌کشیدند. روز 24 دی 98 علم الهدا امام جمعه و نماینده خامنه ای در مشهد با خشم و درماندگی خطاب به بسیجیان پای منبرش گفت: عزیزان، ما داریم امتحان می شویم. حاج قاسم سلیمانی رفت. سفره امتحان برای ما پهن است. تا کجا ایستاده ایم و تا آنجا ایستاده ایم که ستون خیمه این نظام مورد تهاجم قرار بگیرد و بعد شما از کنارش بی تفاوت رد بشوید؟ در شهری که 7 میلیون جنازه حاج قاسم تشییع کننده داشته، هنوز هفتم خاک سپاری او نرسیده، توی این شهر می آیند عکس حاج قاسم را پاره کنند، آتش بزنند. یعنی از آن 7 میلیون آیا 10,000 نفر نبود بیاید جلوی این قضیه بگیرد؟ این مایه مصیبت است.